شیشه نما شیشه نما. سلام آقا شما خوبین پا ما؟ برنامهش چیه؟ شیشه نما، هر روز هر شب همه جا پا ما. داد بزن بگو چی؟ شیشه نما شیشه نما شیشه نما شیشه نما شیشه نما. یکی بود یکی نبود یکی مثل من، روک بود راست گو با کلی فن، با کلی حرف و با کلی بحث، روک باش بگو اینه مشکل من. سلام خانوم شما خوبین پا ما؟ برنامهش چیه؟ شیشه نما، هر روز هر شب همه جو پا ما. داد بزن بگو چی؟ شیشه نما شیشه نما. به به دوستان گل من، یه بار دیگه این افتخار به من داده شد که نیم ساعت آینده رو با صحبت درباره موضوع ده فرمان با هم بگذارونیم. پس محکم بشینید، جای دیگه نرید، ما همین الان برمیگردیم. خانم منشی لطف کنید نفر اول رو بفرستین داخل. متشکر. آداش ماش خودمی. سلام عزیزم، حالت چطوره؟ خیلی عالی، همه چی عالی. صدای موزیک تو لطف کن بیار پایین. چش مشکلی نیست، من پای ماینش من دارم با صحبت میکنم، راحت باشی. اون عینکت هم وردار که من صورت. آخ عینک مینک زدم، نه که پارتی مارتی زیاد میریم، عینک مینک زدم چشمشم یه وقت با آفتاب مافتابی اگه میاد بیرون خراب مراب نشه. خدمتتون عرض کنم که البته من فکر نمیکنم شما سوژه مناسبی باشی برای این کار، ولی به هر حال بهتون میگم که خواهش میکنم نظر لطفتون رو. کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که این ده فرمان رو شما بتونید برید بین مردم و توضیح بدی در رابطه با اون مسئله و یه مقدار تشویق کنی مردم رو، ترویج کنی و آگاهی بهشون بدی. خیلی خوبه، خیلی خوبه، اتفاقا مشکلی ندارم باهاش. فقط تنها چیزی که یه ایده میخوام فقط بهتون بدم، بله، این زنامنشو اگه بتونین در بیارین با اون پایینم، یعنی چش طمع به مال و ناموس با موس مردم دارین. اخه من پارتی مارتی که زیاد میره یکم سوژه موجه اونجا زیاد میشه، دختر مختر هستن دیگه، چشمش میره یه وقت. اگه اینو بتونین در بیارین که دیگه عالی آل پال میشه. مشخصه نه اصلا از تیپ و قیافت و مشخصه. شما بفرمایید همون بیرون میرون، بعد من وقتش که شد بعدن صدا مداتون میکنم. بفرمایید مخلصتون هستی. خانم موشی نفر بعدی مدیر رو بفرستین داخل. من چرا دارم مثل این صحبت میکنم؟ سلام آقای محترم. سلام عزیزم، بسیار خوش اومدید. خواهش میکنم. حالتون چطوره؟ خیلی خوب. من زیاد البته وقت ندارم چون یک دیل 87000 دلاری منتظر من هست که بعد از این کار باید برم بعد اون هم. ما زیاد وقتتون نمیگیریم از اینکه بهتون گفتم. سریع فقط کمی تندتر. از اینکه بهتون گفتم تشریف بیارید اینجا به خاطر مسئله ده فرمانی بود که اینجا شما مشاهده میکنید. کاملا متوجه هستم. ما میخوایم در واقع این ده فرمان رو بتونیم در جامعه یه مقدار بستش بدیم، گسترشش بدیم و بین مردم ترویجش کنیم. مثلا شما میتونید از طریق کمپانیتون که یه کمپانی تبلیغاتی هست این کارو انجام بدین برای ما. فکر کنم کاملا گرفتم چیزی رو که میخواین شما انجام بدین. و به عنوان یک اداره و سازمان تبلیغ، من پیشنهاد من به شما این هست که ما اگر بتونیم به مردم اینطوری تبلیغ بکنیم که این آفر رو بهشون بدیم که اگر اونا 9 تا از این فرمان ها رو بتونن بخرن، ما دهمیش رو به طور مجانی بهشون بدیم. و اگر ما این کار رو بتونیم بکنیم، من مطمئنم که این میتونه برای ما هم بسیار کار پرمنفعتی باشه. بسیار زیباست، پیشنهاد خیلی زیبا و قشنگی داشتین. من به موشی میگم باهاتون تماس بگیرن. خواهش میکنم. من البته یک پیشنهاد دیگه هم داشتم که اگر شما پکیج های دیگه ای دارید، ما میتونیم به این شکل تبلیغ بکنیم به مردم که پکیج اولی رو بخرن و بعد برای پکیج دومی که 10 تا فرمان دیگه توش باشه، هر کی که آفر بیشتری رو داد میتونیم بهش بفروشیم و پکیج سوم میتونه مجانی باشه. من البته یک طرحی هم برای این دیزاینی که شما به این 10 فرمان دادید دارم که به یکی از 4-5 تا فکر کنم الان البته 7 تا شدن، 7 تا منشیام میدم که با منشی شما در ارتباط باشه. حتما از نظراتتون استفاده میکنیم، مخصوصا از دیزاینی که میخوایم بدید. من به منشی میگم در اصل وقت با منشی شما تماس بگیرید. خواهش میکنم، من بیش از این دیگه وقت ندارم. روز خوبی داشته باشید. خوشحال شدم دیدمتون. خدافظ. متشکرم. خانم منشی نفر بعدی خواهش میکنم. ببخشید شما در یخچال باز کردید، بوی گوشت میاد تو آفیس من. بو گوش نیست، بو خودمه. خیلی خوش اومدی قربان، حالتون چطوره؟ خیلی خوب. میگفتیم ما میومدیم به پیشوازتون. امر بفرمایید. آقای
رشید قصاب از سر کوچه. آقای رشید قصاب خیلی خوش اومدید. آقای رشید قصاب، در رابطه با این ده فرمان میخواستم اگه لطف کنید که یه تبلیغی بشه توی مغازتون، مردم که میان پیشتون خرید میکنن از ده فرمان باشون صحبت کنید. متوجه شدم اتفاقاً ایمیلتون رو گرفتم. بله بله آره. ایمیل فرستادم بهتون. بله 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 اتفاقاً یه مشکلی دارم ها. جوانم بفرمایید. نه تاش خوبه ولی با این یکیش مشکل دارم، اینو باید درش بیاریم. اصلا هیچ مهم نیست، یه مثلا این چاقو رو عقب بزنیم ممنونتون میشه. با کدومش مشکل داری؟ قطع نکن. آخه قطع نکنه که نمیشه درش بیاریم، جز این ده فرمانه. چی گفتی؟ چی قربونه، اذیت نکن خودتو. من اصلا خودم هم باش مشکل دارم، هزار بار به این خانم منشی گفتم نذار خانم این قطع نکنه، نذار جز این ده فرمان، گوش نمیده که. حالا شد، خوشم من ازم. اصلا نگران نکن، اون چاقو رو یه مقدار قربون دگی بزن. درش بیار جورش میکنم. درش من الان اینجا یه نوت میذارم واسهتون، به خانم منشی میگم این قطع نکنه، اصلا درش بیار. اینو برای چی گذاشته اصلا؟ خوشم من. قربونت برم. این قسمتشو خوشم من. قربونت برم. خدا فزمگی. خدا نگهدارت، خوشحال شدم. خانم منشی، آدرس این یارو قصابه رو ازش بگیر ببین آدرس قصابیش کجا بود، من سر را برم چند کیلو گوشت بخرم یه خورده اخلاقش بهتر بشه. وای چی شیشه نما. به نظر میاد که از تمام احکام حکم شیشم کمتر احتیاج به توضیح داره، چون این حکم بسیار روشن و واضح میگه قتل مکن. اما حقیقت درست برعکس اینه. بعضی کلمه قتل رو با کشتن اشتباه میگیرن و معتقدن که این حکم مطلقاً میگه نکش. به نظر شما کلمه کشتن شامل چه چیزهایی میشه؟ یک، گرفتن جان، چه انسان؟ یا چه حیوان. دو، گرفتن جان انسانی چه تصادفی و چه عمدی. سه، گرفتن جان انسانی چه به طور قانونی یا بی قانون، چه بر طبق اصول اخلاقی یا غیر اخلاقی. در طرف دیگه معنی قتل خیلی واضح و منحصر به فرده. قتل یعنی گرفتن جان انسانی به طور غیر قانونی یا شریرانه. برای همین من میگم یه شپش کشتم، اما نمیگم دیشب یه شپش به قتل رسوندم، یا دیروز در حین کار کارگری تصادفاً از پشت بام افتاد و کشته شد، نمیگیم کارگر به قتل رسید. اگه ده فرمان میگفت نکش، پس همه ما فقط سبزی و میوه خور بودیم، چون کشتن هر چیزی ممنوع میشد. این حکم مستقیماً مربوط به قتل کردنه و در جای دیگه تورات میگه قاتل باید اعدام بشه. وقتی خداوند ده فرمان رو به موسی داد، اون رو بر روی دو تا لوحه نوشت. پنج حکمی که بر روی لوحه دوم نوشته شدند مربوط به رفتار ما با دیگران و اولین حکم قتل مکن میباشد. چرا؟ چون قتل پست‌ترین عملی است که یه انسان میتونه انجام بده. چهار حکم دیگه دزدی و زنا و شهادت دروغ دادن و طمع رو منع میکنه، که البته جرائم مهمی هستن، اما قتل در شروع ایناست، چون گرفتن جان یک شخص معصوم شریرترین عملی است که انسان میتونه نسبت به بنی آدم انجام بده. میگن بعد از گرفتن ده فرمان وقتی موسی از کوه پایین اومد، به قوم اسرائیل رو کرد و گفت عزیزان
یه خبر خوب دارم و یه خبر بد. اول خبر خوب، بعد چونه زدم با خدا از 600 خورده فرمان کردمش فقط 10 تا. اما خبر بد اینه که حکم هفتم زنا مکن در میان 10 تا باقی موند. بدون شک بعد از شنیدن این جوک اقلا به 5 تا از بیننده ها برخورده، چون با گفتن این جوک بنده خدا رو بی حرمت کردم. جدا خدای شما اینقدر ضعیفه که او دائما احتیاج به دفاع من و تو داره؟ او اینقدر ضعیفه که با شنیدن چنین جوکی احترامش از دست میده؟ فکر میکنید کدوم یک او رو بی حرمت تر میکنه؟ گفتن چنین جوک خنده داری یا شکستن احکامش؟ دوست عزیز، قربون شکل ماهت، وقتی دیروز دروغ گفتی، غیبت کردی، دزدی کردی یا به زن همسایه به چشم ناپاک نگاه کردی، اینا همه حرمت خدا رو نگه داشت. اما گفتن این جوک خدا رو بی حرمت میکنه. شما نگاهتون به نخ دکمه کته بدون اینکه اصلا رنگ کتو دیده باشی، یعنی از چیزای کوچیک ایراد میگیری اما توجهی به چیزای اصلی نداری. به قول مسیح، تو تیر چراغ برق رو تو چشم خودت نمیبینی، اما به همسایت میگی بذار یه ذره خاکی که تو چشمته در بیارم. حالا یکی شاید بگه آقا این جوک به ما برخورد چون شما به قوم یهود اهانت کردید. شوخی میکنی؟ جدی میگی؟ اگه من به شما بگم آقایی که این جوکو به من گفت، آقایی که این جوکو برام تعریف کرد، خودش یه یهودی حسابیه، آیا این عقیدتون عوض میکنه؟ ببینم، وقتی شما جوکایی در مورد ترکا و اصفهانیا و لورا و آبادانیا میگید و میشنوید، همین فکر رو میکنید که شما دارید به این افراد اهانت میکنید؟ نه، فکر نمیکنم. شما بدون توجه میگید و میخندید، اما حالا دارید از من ایراد میگیرید. همونطور گفتم، در برنامه های شیشه نما ما رک، بی پرده و روشن با شما صحبت میکنیم. من مخصوصا این جوک رو با شما مطرح کردم تا نکته های بالا رو با شما در میون بذارم. نما. برگردیم به حکم هفتم، زنا مکن. در اینجا لازمه که ذکر کنم که منظور از زنا یعنی رابطه نامشروع بین زن یا شوهر با شخصی بجز همسرش. برای بسیاری جلوگیری از داشتن رابطه جنسی با شخص دیگه بجز همسرشون کار بسیار مشکل و باعث میشه که این حکم برای اونها سخت‌ترین فرمان باشه. و البته دلایلش هم خیلی ساده است. اولاً قدرت تمایل روابط جنسی. کنترل چنین قدرتی طی تمام سالهای ازدواج میتونه کار بسیار مشکلی باشه، مخصوصا وقتی همسر با شخص دیگه‌ای روبرو میشه که تمایل به داشتن رابطه جنسی با او داره. دلیل دیگه اشتیاق انسان به عشق و عشق بازیه. برای یه شخص نرمال هیچ قدرتی بالاتر از قدرت عشق نیست. وقتی همسری عاشق شخص دیگه میشه، خیلی سخته که به زن یا شوهرش خیانت نکنه، مخصوصا وقتی که رابطه او با همسرش فاقد عشق و محبته. برای همین جوکی رو که اول برنامه گفتم خنده داره، چون حقیقت رو نشون میده. چرا زنا در ده فرمان منع شده؟ چون مانند نه حکم دیگه، برای حفظ یک جامعه عالی این امری ضروری. زنا شالوده جامعه‌ای رو که ده فرمان میخواد بنا بکنه به خطر میندازه. شالوده چنین جامعه‌ای خانواده است، یعنی پدر و مادر مزدوج و فرزندانشان. در ده فرمان هرچی این شالوده رو به خطر بندازه منع شده. زنا یکی از اوناست و بی‌حرمتی والدین یکی دیگه و منع زنا با محارم سبب میشه. چرا خانواده تا این اندازه اهمیت داره؟ چون بدون اون هیچ اجتماعی دوام نمیاره. چون بدون اون آنچه جامعه براش ارزش قائله از یه نسل به نسل دیگه به ارث نمیرسه. چون تعهد به زن و بچه مرد رو مسئول و بالغ میسازه.
چون داشتن خانواده عمیق‌ترین احتیاجات اساسی و مادی یک زن رو برطرف میکنه و هیچ چیز به اندازه داشتن یک خانواده به بچه ها احساس پایداری و امنیت نمیده. چرا زنا خانواده رو به خطر میندازه؟ چون داشتن رابطه نامشروع بسیار اوقات باعث جدایی و طلاق و از هم پاشیده شدن خانواده میشه. البته خیانت به همسر همیشه منتهی به طلاق نمیشه، اما اغلب اوقات طلاق نتیجه شه. زنا میتونه باعث به وجود آوردن فرزندانی خارج از رابطه ازدواج بشه، فرزندانی که از قدم اول شروع زندگی محکوم به نداشتن خانواده، یعنی پدر و مادری که در عقد یکدیگر هستند. و حتی بدتر، بسیاری از این اطفال تا آخر عمر حرومزاده خوانده خواهند شد. و اگه زنا خانواده رو نابود نکنه، بدون شک ضربات بسیار پلیدی به رابطه زناشویی میزنه. این رابطه نامشروع نه تنها باعث به وجود آوردن عدم اعتماد در رابطه زناشویی میشه، بلکه زنا کننده رو تبدیل به یک شخص متقلب میکنه. شیشه نما. زن یا مردی که خارج از رابطه زناشویی با شخص دیگه رابطه جنسی داره، دائما در فکر اینه که چجوری سر همسرش کلا بذاره، بهش دروغ بگه، تا اوقات بیشتری با معشوقش بگذرونه. زندگی که مملو از فریب و دروغه، به ناچار به زندگی زناشویی ضربه میزنه، حتی اگه زن یا شوهر هرگز واقف به خیانت همسرش نباشه. و بالاخره این حکم تفسیری نداره که میگه زنا مکن مگه اینکه همسرت هم باید موافقه. ممکنه همسرانی که با اجازه زن یا شوهرشون رابطه خارج از رابطه زناشویی دارن، به احساسات همسرشون لطمه نزنند، اما آنها هنوز هم به مؤسسه ازدواج لطمه میزنند. و همونطور گفتم، این حکم برای دفاع از صدمه به مؤسسه ازدواجه و نه برای جلوگیری از صدمه به احساسات همسر. متاسفانه امروزه روابط خراب زناشویی فراوونه. وظیفه من و شما محکوم کردن این روابط نیست. در واقع اگه میدونستین که پشت درهای بسته چی میگذره، شاید به فلان مرد یا زن حق میدادیم که مجبور شد به مرد یا زن دیگه ای برای دریافت و محبت رو کنه. اما یقین بدونید، تا وقتی که زنا نادیده گرفته میشه، هیچ جامعه عالی رتبه‌ای که بتونه دوام بیاره به تأسیس نخواهد رسید. و برای همینه که ده فرمان زنا رو منع میکنه. دوست عزیز، هدف ما در برنامه شیشه نما فقط این نیست که من برای شما صحبت کنم، بلکه دوست داریم از شما بشنویم. خوشحال میشیم از نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما بهره مند بشیم. میخوام ازتون خواهش کنم، اگه از برنامه شیشه نما خوشتون اومده، که امیدوارم اومده باشه، حتما صفحه فیسبوک ما رو لایک کنید و سری هم لطفا به وبسایت ما شیشه‌نما.com بزنید. امیدوارم از این طریق بتونیم با همدیگه در ارتباط باشیم. خب یوسف جان، برنامه رو دیدی؟ بله شارخ جان، عالی. سوال مالی داری؟ سوال که هست، ولی اجازه بدین نونه رو سنگگره با آتیش بکشید. دیگه شما لطف کنید اگه این پنیر و خامه و برنامه ها رو بذارین تا ما شروع کنیم. به به به، سنگک رو بفرمایید، من چایی رو بریزم. دست در نکن آقا. خواهش بکنم. سوال اینجاست، شما گفتین که قتل، در مورد قتل صحبت کردین که تو ده فرمان اومده. خیلی متاسفانه عجیبه که این روزا
خیلی از قتلایی که انجام میشه به اسم خدا و به نام خدا حتی انجام میشه. حالا در این هنگ گفتین که قتل مکن، زنا مکن و اینجور چیزا هست. تو خیلی جام اومده که اگر کسی حتی قتل نکنه ولی زنا بکنه به هر حال شریعتو شکسته. حالا تو این هنگ خیلی کار من جوان سخت‌تر میشه، هم قتل نکن، زنا نکن و تمام اینجور چیزا. خب من چطور فکرمو پاک نگه دارم که به این مراحل نرسم؟ خب البته باید توجه بکنی که از اون سوال ها بودم، باید توجه بکنی که اینجا وقتی که من میدونم به خودمای داری مراجعه میکنی، مسیح گفت اگه با چشم ناپاک به یه زنی نگاه بکنی زنا کردی، یا اگر خشمگین بشی مثل یه قتل کردی. اینو ما داریم از نقطه نظر خدا میبینیم و ببین هیچ مردی یه روز صبح بیدار نمیشه بگه امروز من فکر میکنم برم به خانمم خیانت بکنم. این فکر، این عمل با یه فکر شیش ماه پیش از شده بله. و شما باش دستکاریش کردی هی فکر کردی و بالاخره این فکر به عمل انجام میرسه. اون چیزی که خداوند اینجا صحبت میکنه در موردش همینه که وقتی میگه اگه به چشم ناپاک نگاه بکنی مثل اینه که زنا کردی، برای اینکه او از نقطه نظر خودش فکر ما رو میدونه. درست. اما من معتقدم که فرق بزرگی بین اون من و شمایی که ممکنه وسوسه بشیم و اون کسی که به وسوسه تسلیم شده و زنا میکنه خیلی زیاده. خوش به حال اونایی که میتونن بر این وسوسه غلبه پیدا بکنن و نسبت به همسراشون وفادار بمونن. از این نظر ما باید همیشه در فکر داشته باشیم که همه ما مورد وسوسه قرار میگیریم. چه جوری باش عمل میکنی اون مهمه، نه فقط فکرش. مثل خود عیسی که وسوسه شد ولی تسلیم وسوسه نشد و اونو انجام نداد. درسته، کاملا درسته. از شما تا بکشین من نونا رو بیارم. بله بله، اجازه. خواهش میکنم. و در همین هنگ هر چه زودتر همینطی که داغه بیاره شاره تا داغه بزنیم. خب شما چه تجربه عملی رو برای جوان ها پیشنهاد میکنید که تو این دور زمانی که همیشه وسوسه هست و خیلی چیزا میتونه ما رو به انجام اون وسوسه ها بکشونه، ما چطور میتونیم خانواده ای تشکیل بدیم که هم از نظر خدا درست باشه و اون وسوسه ها رو بتونیم مجلسیم جلوگیری کنیم و مورد پسند خدا بتونیم زندگی کنیم؟ باید مورد پسند همسرت هم زندگی بکنیم. البته اون که هست، وگر شب خونه نمیتونیم بخوابیم. ببین به نظر من دوباره مهمترین چیز اینه که خودتو در یک موقعیتی قرار ندی که مورد وسوسه قرار بگیری. متشکرم. تا اونجا که ممکنه از وسوسه دور وایسا، تا اونجا که ممکن از اون چیزی که شریره دور وایسا. خیلی از ماها میخوام ببینیم که چقدر میتونیم به این آتیشه نزدیک بشیم که خودمون رو نسوزونیم. باید دید که چقدر میتونی دور وایسی از این آتیش. این اولین پیشنهاد منه که خودتو یک موقعیت قرار نده. ببین من در سن 11 سالگی قبل از که به عیسی مسیح پیرو عیسی مسیح بشم 11 سالم بود، متوجه شدم که خانم‌ها خیلی خوششون میاد که آقایون بهشون نگاه بکنن. من از اون موقع بعد تصمیم گرفتم که من به خانم‌ها نگاه نخواهم کرد، چون من پسر خوشقیافه هستم، بذار اونا به من نگاه بکنن. این 11 سالگی من این تصمیم گرفتم و از اون موقع به بعد به یه جا رسیدم که من هیچ وقت دوبار به یه خانم نگاه نمی‌کنم. من از اون مردایی نیستم که وقتی خانم رد میشه با چشمام بخورمش. میدونید غرورم اون موقع به من اجازه نمیده. امروز به خاطر اینکه پیرو عیسی مسیح، احترامی که برای عیسی و احترامی که برای زن دارم، من به طور با اون صورت به یک زن نگاه نمی کنم. در واقع میتونی این از خانمم بپرسی. خانمم منم مسخره میکنه. بعضی وقت داریم تلویزیون نگاه میکنیم اخبار، یعنی خانمم میگه لباس زنه رو دیدی چقدر کوتاه؟ میگم نه بالا، من داشتم فقط به چشم دهنش نگاه میکردم، من از اینجا به پایین نمیرم.
بفرمایین که چایتون هم سرد میشه. خب امیدوارم جوابتو درست داده باشه. دیگه سوال نداری؟ چرا؟ یک سوال کوتاه دیگه دارم. بفرمایین. شما خیلی با دلسوزی و شفقت گفتین اونایی که حالا در وسوسه یا گناه میفتن و اینا، ما حق نداریم اونا رو محکوم کنیم. خب محکوم نمی کنیم، ولی من یه دوستی دارم، میخوام تو این مشکل است و با من در میون گذاشته، میخوام کمکش کنم. حالا این دوستم راه و چاره ملموس و تجربی احتیاج داره، من چی بهش بگم که کمک کنم؟ دوباره به نظر من مسیح به من فرمان داده که در این دنیا نور باشم، در تاریکی بدرخشم. زندگیم باید اونطوری باشه که میگه تو نمک جهان هستی. نمک خصوصیتش اینه که وقتی یکی میچشتش تشنه میشه. پس من میخوام مردم بیان بچشن و تشنه بشن به خاطر زندگیم. 43 سال ازدواج کردم. در این مدت نه به خانمم خیانت کردم، نه خیالی خیانت داشتم. و دو تا فرزندم بزرگ کردیم که هر دوتاشون خدا ترس هستن. من میخوام مردم زندگی منو ببینن. اگه کسی این سوال از من بکنه، میگم به زندگی من نگاه بکن. دوست من، مثلا شما 15 سال ازدواج کردی، حالا یه مرتبه یه خانم جوانتری رو میبینی که نسبت به شما تمایلاتی داره، آیا واقعا ارزش داره که 15 سال زندگی تو به توی دل آشغال بریزی، بچه ها تو بی پدر بکنی، بی مادر بکنی؟ با آمار نگاه بکن، بچه هایی که پدر و مادر دارن خیلی بهتر در جامعه موفق هستن نست. تا اونایی که فقط یا پدر یا مادر بزرگشون کرده. وقتی به این چیزا نگاه میکنی، فکر نمیکنی بهتره که رابطه تو با خانمت برقرار بکنی دوباره و به زندگی ادامه بدی همونطوری که هست؟ من اینطوری صحبت میکنم، اگه کسی مشکلی داشته باشه. عالی بود، خیلی ممنون. پس دیگه بذارین یکم بخوریم، مزاحمتون نمیشم با این سوال، سرتون رو در نمیارم، از صبحونتون لذت ببرید و ممنونم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز، تا برنامه آینده، خدا نگهدار. شیشه نما سلام آقا، شما خوبین؟ پا ما برنامهش چیه؟ شیشه نما هر روز هر شب همه جا پا ما، داد بزن بگو چی؟ شیشه نما شیشه نما شیشه نما داد بزن بگو چی؟ شیشه نما شیشه نما